شکل دیگه یکی از دوستان ما میگفت که خوش آمد، میگفت این جماعت چپگرا میخواستن دنیا رو عوض کنن، برای اینکه مارکس گفته بود دیگه ما فلسفه میخواد دنیا رو عوض کنن، دیدن زورشون نمیرسه راجبه ایران صحبت کرد، چسبیدن به زبان، حالا زورشون به زبان میرسه، هی لغت وضع میکنن، هی ما سرهم بنویسیم یا متصل بنویسیم یا منفصل بنویسیم، رسم الخط چی تو باشه، یه به اینجا رسیده. یعنی اون بلند پروازی ها در واقع یه استعاره، اون بلند پروازی ها معلوم شد به جایی نمیرسه، یا به قول معروف اونا که میخواستن رو زمین بهش بسازن عملا جهنم ساختن. بنابراین بهترین حرف همونه که راسل یه زمانی زد که آقا همه قبول داشته باشیم تولرانس داشته. هم دیگه رو برسون، دین هم دیگه رو برسونیت بشناسیم، سلایق هم دیگه رو برسونیت بشناسیم. یه وقتی تو قطعه زنجیره‌ای یه اتفاقی افتاد، یک سمیناری گذاشتن برای مولا صدرا بود، اولین سمینار مولا صدرا، یکی راجبه خودشونت، بناشد راجبه خودشونت، یعنی یکی از خارج اومد موضوعش کار خودش اودی چیز قرار داده بود، خودشونت قرار داده. بعد شروع کرد راجبه تولرانس و فلان اینا. وقتی آمد بیرون من بهش گفتم که ببین تولرانس یک موضوع تحقیرآمیزی هم هست. گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی که وقتی میگی من تولرانس دارم، تولرانس تسامح به کار برم، در واقع میخوای بگی که دارم تحملت میکنم. وقتی میگم در تحملت میکنم یعنی بار منفی داره، تو بر خطایی راه کج میگم خب میگم بذار بگید، ولی من چیز بهش گفتم چیزی دیگه من میخوام بگم، میخوام بگم که ما بعد به هم علاقه داشته باشیم، نه اینکه همو تحمل کنیم، ما بعد هم نوع خودمون بهش علاقه داشته باشیم، از روی علاقه نه اینکه تحملش بکنیم. خیلی من ممنونم که من تحمل میکنی، ولی هیچ علاقه هم من داری؟ هیچ مهربا. اینه که وقتی عشق، حتی در مورد عشق، عشقی پایدار بمونه که به مهربانی بیانجام، چون عشق یه قله است، شما از قله میری بالا، بالاتر از اونم دیگه نیست، و چون قله است باید بیای پایین، تو رو پشت بام که رفتی باید بیای پایین، جاری باید برگرد رو زمین، برای با این حواس جمع باشه، این قله یه بار فتح بشه تمامه، حالا مهربانش، حالا دیگه اونو در تنگیرا نگذار، حالا دیگه نسبت به کوچکترین حرکاتش بی خودی حساس نشو، حالا اون چیزی که اون دوست داره تو هم دوست داشته باشه، دوست داشته باشه. گفتم اینجوریه. بعد گفتم ما توی منطق خیلی چنین چیزی داریم، وقتی میخوایم یک صدق رو تعریف کنیم میگیم این صدق در یه مجموعه صدقهای دیگه معنی میده، یعنی اول ثابت میکنیم مثلا یه نظریه رو میخوایم ثابت کنیم که این نظریه صادقه، نگاه میکنیم ببینیم که چقدر واقعیات اطرافش رو در بر میگیره، هر چقدر این واقعیات اطرافش بیشتر در بگیره این نظریه بهتره. زجر میکنی؟ مهربانی خیلی در برگیرنده است، ولی عشق در برگیرنده نیست. حتی مارو میگه در هر دوره بیش از یه زوج عاشق نمیتونی پیدا کنی، اونا که میگن عشق نیست. البته من یه شعر دارم با عشق با خشم اسمشو گذاشتم، که آخرش بگم در ضمن عشق نیز دروغ هست، ولی
اسمش رو گذاشتم با خشم، برای اینکه زیاد اذیت نکنم افراد با خشم.